سلام این پاورقی قسمت 128 دومه زبان اصلی سریال سیب ممنوع است همزمان با پخشش در ترکیه فردی که از طرف سامیون در برای کشتن فیضا و اندر اومده بود نگهان ها رو به سمت آرزو میگیره و میگه به خواست سامی باید اولونو رو بعد یه تیر به قلب آرزو میزنه عمر تو خونه یه چاتای صدای تیر رو میشنوه و جا میخوره. چاتای از فرصت استفاده میکنه و به عمر نزدیک میشه و با, با اون درگیر میشه. عمر یه تیر هوایی شلیک میکنه. نوچه یه سامی توی خونه یه چاتای با شنیدن صدای تیر جا میخوره. اما لحظه فیضا اسپری فلفل از کیفش در میاره و به صورت اون میزنه و اندر هم به عمر حمله میکنه. اونا سری با پلیس تماس میگیرن. چاتای و کومرو هم عمر رو از خونه بیرون میکنن. روز بعد اندر پیش دوانه و میگه از اتفاقات روز گذشته در شوکه. دوان میگه سامیون در قتلای زیادی مرتکب شده و هیچ وقت گیر نمیافته با افرادش جرم و گردن میگیرن. پلیسا به ساختمان سامیون در میرن. پسر سامی خبر میده که سامیون در امروز فوت شده و نمیتونه قتل انجام داده باشه. چتین که اون اطرافه با دوان تماس میگیره و خبر مرگ سامی رو میده. دوان متعجب میشه. دوان از مراسم خاکسپاری آرزو به خونه برمیگرده کمرو و چاتای برای تسلیت به خونه دوان میرن دوان با اونها بدرفتاری میکنه و از اونم میخواد که از اونجا برن یک هفته بعد دوان به رستوران پیش عمر میره عمر به خاطر اصلاح کشیدن به روی کومرو از دوان عذرخواهی میکنه. دوان میگه اونو درک میکنه. اونم به خاطر کار کمرو از عمر و خانوادهش عذرخواهی میکنه. و به عمر میگه حتی پسر اونه و هر زمان کاری داشت میتونه روش حساب کنه. فیزا توی شرکت پیش چاتای میره و میگه تصمیم گرفته به همراه اطلس به آلمان بره و فکر میکنه این کار برای اطلس بهتر باشه. چاتای قبول میکنه و میگه هزینه های اطلس رو پرداخت میکنه. جانر پیش اندر میره و در مورد دلارا به اون میگه اندر میگه اون به دوستش هاندان پیشنهاد این نقشه رو برای گیر انداختن شوهرش داده بود اما تصور نمیکرد هاندان دلارا رو توی رستوران عمر برای این کار اجیر کرده باشه اون با هاندان تماس میگیره و ازش میخواد از کار با دلارا منصرف بشه اما هاندان قبول میکنه و از پیشرفت نقشش راضیه توی شرکت دوان به یلدیز میگه برای فردا توی هتل شهر آواند مدیران ارشد رو دعوت کرده تا اونا رو با هم آشنا کنه و به تفریح هم برن. اون میگه خودش نمیتونه بره و به یلدیز پیشنهاد میکنه که بره و یلدیز قبول میکنه. توی رستوران جانر پیش دلارا میره و به اون میگه که از نقشش خبر داره. دلارا دست باچه میشه و میگه به خاطر مشکلات مالی مجبور به این کار شده. جانر از اون میخواد که از امیر فاصله بگیره و رابطش رو با اون تموم کنه تا اونم چیزی به امیر نگه. دلارا به ناچار قبول میکنه. شب آسمان و آیسل نقشه میکشن تا از خونه بیرون برن و یلدیز توی خونه تنها بمونه. آیسل با خدمتکار خونه دوان تماس میگیره و میگه یلدیز جواب تلفن رو نمیده و نگران اونن و از خدمتکار میخواد که به یلدیز سر بزنه. خدمتکار موضوع رو به دوان میگه و دوان خودش به خونه یلدیز میره. یلدیز که در حال ماسک گذاشتن روی صورتش بوده، با دیدن دوان متعجب میشه و میفهمه که آسمان برای اون نقشه کشیده تا با دوان تنها باشه. گیلدیز دوان رو داخل دعوت میکنه تا با هم چای بخورن. اندر به جانر میگه که برای نزدیکتر شدن به دوان با یه نقشه بکشه و بتونه رابطه بین چاتای و کمرو رو خراب کنه. چاتای به رستوران میره تا با عمر صحبت کنه و از اون بابت مسائل پیش اومده کنه. عمر به سردی با اون برخورد میکنه و از اونها کی نداره. دلارا سر موضوعی با امیر بحث میکنه تا بتونه با اون قطع رابطه کنه و باهاش قهر کنه. روز بعد اندر به جانر میگه که برای اینکه مانع ازدواج کومرو و چاتای بشن فیضا به دردشون میخوره جانر با نور پرستار اطلس تماس میگیره و به اون پیشنهاد میده در ازای پول زیادی با اونا همکاری کنه چاتای برای عصبانی کردن دوان کارت عروسیشون رو به شرکت برای دوان میفرسته اندر هم کارت دعوت خودش رو میگیره بعد به اتاق دوان میره و به اون پیشنهاد میده که به خاطر دروغه که در مورد رابطهشون گفتن بهتره برایشان با هم بیرون برن تا خبرنگارا دیگه مدام باهاش تماس نگیرن دوان قبول میکنه یلدیز با هلیکوپتر به آوانت میره و از مدیران ارشد استقبال میکنه مدیران قصد رفتن به موتور سواری دارن یلدیز که از موتور سواری میترسه بهونه میاره و تو هتل میمونه اون مشغول گشت و گذار در هتل که وارد اتاق سنای خشک میشه در اتاق قفل میشه و یلدیز به اشتباه درجه ی اتاق رو زیاد میکنه گوشی اونم خاموش میشه و هرچی کمک میخواد کسی صداشو نمیشنوه مدیران ارشد به هتل برمیگردن و سراغ یلدیز رو میگیرن کارکنان میگن اونا ندیدن افراد دوان با اون تماس میگیرن و موضوع رو بهش میگن دوان سری با هلیکوپتر به آواند میره اون با افرادش تو هتل میگرده و یلدیز رو توی سونای خشک در حالی که بیهوش اونجا افتاده پیدا میکنه اون سری دکتر خبر میکنه و یلدیز رو به اتاق میبرن و بهش سرو میزنن حالا یلدیز بهتر میشه اندر با دوان تماس میگیره و دوان ماجرا رو تعریف میکنه و میگه امشب نمیتونن برای شام بیرون برن اندر از اینکه دوان به خاطر یلدیز به اونجا رفته هرسش میگیره کومرو رو توی خونه از خدمتکارش در مورد رفتن یلدیز و دوان به آوانت میشنوه و عصبی میشه. روز بعد وقتی که یلدیز و دوان به استانبول برمیگردن، کومرو به خونه یلدیز میره و با تنه و تاخیر به اون میفهمونه که نمیتونه برای هرس دادن اونا به دوان نزدیک بشه و دوان به زنی مثل یلدیز توجهی نمیکنه. یلدیز به حرفای کومرو اهمیتی نمیده. توی رستوران دلارا به امیر میگه که اومدن اون به این رستوران به خاطر یه قرار کاری بوده و وقتی جانر متوجه این موضوع شده از دلارا خواسته که از امیر فاصله بگیره. امیر متعجب میشه و موضوع رو درک نمیکنه. دلارا میگه اون میخواد از اونجا استعفا بده. بعد امیر را بغل میکنه و با ناراحتی باهاش خداحافظی میکنه. فیزا توی خونه مشغول جمع کردن چمدون برای رفتنه. نورون رو در مورد چاتای تحریک میکنه و میگه چاتای با رفتن اونا خوشحال میشه و دیگه با اطلس کاری نخواهد داشت. کمی بعد وقتی چاتای برای خداحافظی میاد، فیزا به اون تنه میزنه و میگه مطمئن اون اطلس رو فراموش میکنه و به زندگی خودش میرسه. چاتای انکار میکنه و اعتراف میکنه که علت ازدواجش با کومرو انتقام گرفتن از دوانه. بعد از رفتن چاتای نور پنهانی دستگاه ضبط صدا رو بر می داره و اونو بیرون می بره و به جانر تحویل میده. روز عروسی چاتای و کومرو اندر بسته به عنوان هدیه برای کومرو ارسال میکنه. توی بسته یه فلش هست. کمی بعد وقتی چاتای وارد اتاق میشه، کومرو با نفرت به اون نگاه میکنه و میگه همه چی بین اونا تموم شده و اون در مورد نخشه یه انتقام چاتای باخبره. بعد سریع از هتل بیرون میره. اون با گریه به خونه پیش دوان میره و میگه حق با اون بوده و از ازدواج با چاتای منصرف شده. همون لحظه یلدیز از اتاق بیرون میاد و به کومرو میگه که اونو دوان امروز ازدواج کردن. کومرو شوکه میشه. ممنون از اینکه با من همراه بودید. خدا نگهدار.